نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز با درود خدمت هموطنان عزیزمون پیشاپیش نوروز رو به همه شما عزیزان شاد باش میگوییم و از خداوند میخوایم که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو در این وقت برکت بده عزیزان برنامه ما برنامه زنده هستش عزیزانی که روی فیسبوک ما رو دارید میتوانید لطف کنید ما رو با دوستان خودتون شیر کنید فراموش نکنید عزیزان روی یوتیوب کشیش رسول هیدری رو سابسکرایب بفرمایید این نیز دست همکاری شما عزیزان با ما هستش و خدمت شما در کنار ما و ما در کنار شما هستیم برای آنچه را که میدونید که شبکه امید جاودان در مسیر رسوندن خبر خوش و همچنین آزادی کشور عزیزمون ایران هستش درود میفرستم خدمت بعد از ازم بهروز جان که لطف کردن امروز هم با ما هستم ما سعی میکنیم توی این هفته از بعد از بهروز عزیز تا اونجا که میتونیم استفاده کنیم ایام تعطیلیشون هست ممنون از شما مرسی که منو قبول میکنین اینجا منم سال نو رو تبریک میگم به همه عزیزان و اطمینان داریم که سال خوب و پربرکتی خواهیم داشت آمین آمین به فیض خداوند حقیقتا همین گونه خواهد بود عزیزان مطالبتون رو میتونید روی فیسبوک بنویسید به طور خاص اگر سوالی هست اگر موضوع دعایی هست خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسید هموطن عزیزم که یک باور دیگه ای داره مریض نیازی داره احتیاجی داره خواهش میکنم محدود نکنید ذهن و فکرتون رو که الان بگیم برای این شخص دعا کنیم این که باوری نداره شما اگر کسی رو میشناسید با هر باوری هست میتوانید اسمش رو بنویسید ما اینو به گروه دعا خواهیم داد و خودمون در طول یک هفته دعا میکنیم و ایمان دارم اجابت میشه علت این که این رو عرض کردم یک باره این هستش که بارها تجربه به ما نشون داده که هموطنان مسیحی ما حالا چه در ایران چه خارج از ایران برای کسایی درخواست دعا دادم اونا یه باور دیگه ای داشتم بعد ما دعا کردیم باور کنید این افراد خواب دیدن رویا دیدن که مسیح مشکلشون رو حل کرده و یا شفاشون داده پس خودمون رو محدود نکنیم عزیزان نسبت به برای دعا کردن برای دیگران و اون افراد هم به مسیح ایمان آوردن هم دعاشون هم اجابت شد خواهش میکنم لطفاً لحظه با دعای من متحد بشید لطفاً دوستانتون رو روی فیسبوک صدا کنید با هم باشیم حتماً سعی میکنیم گذشته از کلام خداوند که اولین خدمت ما هست در بین شما هموطنان عزیزمون در اتو مسئله ایران هم نیست صحبتی کرده باشیم برای آگاهی رسوندن آنچه را که میتونه کمک کنه در یک اتحاد برای سرنگونی نظام اسلامی پدر آسمانی خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمه تو رو شکر میکنم برای تک تک عزیزانی که بیننده این برنامه با هر باوری که هستن تو مطابق فیضت نسبت مصلحت‌های دلشون عزیزان رو برکت بده خواهش میکنم خداوند این سال جدیدی که در راه داریم تو مبارک بخون باشه که خداوند در همین سال شاهد سرنگونی این نظام ستمگر اسلامی باشیم و شاهد خداوند یک
حکومتی که خادمین خوب، خادمین راستین خداوند در اون کشور بتوانند در کشور عزیز ما خداوند با برنامه ریزی و طرحی که برای آبادانی این کشور دارن مردم ما رو خدمت کنن. پدر جان از ما استفاده کنه خداوند تحت اراده خودت تا بتونیم باعث جلال نام تو باشیم. و چون همه اینها رو در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان هموطن عزیزم دریافت کنید. یکی از موضوعاتی که امروز صبح راستش یه خود منو به هم ریخت و در کنار که صبح بلمشم دعا میکنم این بود که یک باره از یک عزیزی شنیدم پسته توی اینا شده دونه 1400 تومن و باور کنید حالا مسئله میدونم مگه کسی پسته نخوره، آجیر نخوره، آسیبی شاید نخوره آنچنان، اما دلم گرفت یک باره و گفتم نگاه کنیم شرایط ایرانی ها هموطنان عزیز ما چی شده که دلشون به این ایامی بوده که در کشور عزیز ما ایران هستش و ایامی که بتونن دور هم جمع بشن، حتی از خوردن اون خوراکی، اون آجیل، اون میوه، اون شیرینی لذت میبرن، اما متاسفانه نظام اسلامی شرایط سختی رو برای هموطنان ما ایجاد کرده. میدونم که خیلی از عزیزان ما در کشور ما هستن که آستینا رو بالا زدن برای مبارزه و منتظر هستن که اتفاقی بیفته، چهار نفر تو خیابون باشن، اینا هم نفر پنجمشون باشن، اما قشری هم چه بسا هستن که نمیخوام اینو بگم، از بیتفاوتیشون دارن آسیب میزنن به دیگران، یعنی دیگرانی که اهمیت میدن به کشورشون، حس میهن دوستی درشون هست، مردم دوستی درشون هستش و بیتفاوت نیستن عزیزان. و واقعا در این رابطه دل من خیلی گرفت و شروع کردم دعا برای ایران که من فکر میکنم این انقلاب که باعث سرنگونی نظام میشه مثل یه خوراک داره میپزه، داره آماده میشه، ناامید نیستم، ولی بیتفاوتی که ما میبینیم در قشری البته کمی از ملتمون نسبت به این مسائل بیشتر آسیب خواهد زد. بیتفاوتیه و مصلحت اندیشی. بله. یه مقدارم این مصلحت اندیشی افرادو به این سمت و سو میبره که خودشون رو نمیخوان در معرض هیچ گونه خطری قرار بدن و این یه جورایی بی‌انصافیه. دقیقا. درسته که الان من اینجا در سرزمین امن هستم، ولی باور کنین من و شما هم خودمون رو در خطر قرار میدیم. همینی که من و شما میایم میشینیم پشت دوربین برنامه‌ای که خب همه جای دنیا رو روی یوتیوب میره پخش میشه و خیلی قاطع بدون هیچ قصد و غرضی. قصد و غرضی نداریم، قاطع بر اساس کلام خداوند میگیم الله خدا نیست. بله. ما اینجا مصلحت اندیشی اگه میخواستیم بکنیم خب اینو به زبان نمی آوردیم. دقیقاً. ولی ما مصلحت اندیشی نمی کنیم، در این جهت خودمونم در معرض خطر قرار میدیم، ولی مسئله اینه که ما باید توی اون چارچوب کتاب مقدس و کلام خداوند باشیم. عزیزانی هم که در ایران هستن خب خیلی ایماندارن ولی متاسفانه مصلحت اندیشی میکنن و این مصلحت اندیشی مطابق با کلام خداوند نیست. من میخوام اشاره بکنم به ماجرای پتروس. خواهش. کتاب مقدس وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که موقعی که عیسی مسیح فردا، یعنی شبش گرفته میشه و فردا اونو مصلوب میکنن، به پتروس میگه که خودتو تا بانگ خروس سه بار منو منکر میشی. اون میگه نه اصلا امکان نداره. میگه حالا صبر میکنیم میبینیم. بعد میبینیم که بله حقیقتا این اتفاق میفته و پتروس سه بار عیسی مسیح رو منکر میشه. خب در واقع پتروس چرا این کارو میکنه؟ پتروسی که سه سال با مسیح بود، معجزات اونو دید. بله دقیقاً. و همه جوره وایساده بود. حتی پتروس اولین کسی بود که وقتی بهش عیسی خداوند گفت تو منو کی میبینی؟ گفت تو خدا و خداوند من هستی. اولین کسی بود که اعلان کرد که مسیح خداست. ولی همین پتروس مصلحت اندیشی کرد برای اینکه خودش حفظ بکنه، به این نتیجه نرسیده بود هنوز که من نمیتونم حافظ خودم باشم. اون خداونده که حافظ منه سه بار اومد و مسیح رو رد کرد، مصلحت اندیشی کرد. ولی در این مقطع
پتروس هنوز روح القدس رو نداشت. بله. ایمان داشت، با مسیح زندگی کرده، ولی هنوز روح القدس رو نداشت. ولی 50 روز بعد همون پتروس، زمانی که روح القدس رو دریافت میکنه، دیگه مسئولیت اندیشی نمیکنه. با قدرت میاد میسته و اعلام میکنه که مسیح خداوند بود. آمین. شما اونو به ناحق گرفتین، به صلیب کشیدین، و میسته پای حرفش. براب. از لحظه ای که روز پنتیکاس اون 120 نفر روح القدس رو دریافت کردن تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ایماندار واقعی روح القدس رو داره. بله. پس نمیتونه مسئلت اندیش باشه. دقیقا. خواهش میکنم اگه حس کردین مسئلت اندیش هستین، به این که روح خداوند در جسم شما ساکنه شک کنید. مسیحی بودن اینه که شما با روح خداوند باشی، نه اینکه تعمید گرفته باشی، نه اینکه برای دای نجات رو خونده باشن. باید توی اون چارچوب، باید پیرو به مسیح باشی. دلیرانه بیستید برای دلیرانه باید بیستید. درست، درست میفهمید. ما نمیتونیم موافق اعمال جمهوری اسلامی باشی. هیچ نه. هیچ شخصی نمیتونه. حالا برای ما بگیم ایماندار، یک انسان که از جمهوری اسلامی منافعی نداره، منفعتی از جمهوری اسلامی نمیبره، نمیتونه با کارهای ظالمانه جمهوری اسلامی همراه باشه. دقیقا. و یه موضوعی هم که هستش، اینو بدونی، وقتی در تو با مسئله ما واقعا سیاسی که تو دنیا مطرح کرده، ما نیستیم، نه من نه بهروز جان هستم، ما اون سیاسی، چون سیاسی دنیا همین که برادرم گفت مصلحت طلبه، این سیاست بده. یعنی پتروس یک سیاست بده. سیاست میدونیم که واژه‌ای که میاد تعریف‌های مختلفی داره، ریشه‌های مختلفی داره. یکی از ریشه‌هاش ریشه عربی هستش که در اصل رام کردن اسب سرکش هست، اسب وحشی هستش، و تعریف پولیتیکش هست از واژه لاتین گرفته میشه، که در اصل اشاره به این میکنه که یک اندیشه خوب به جای بد، یک اندیشه بهتر به جای اندیشه خوب. پس بله، متاسفانه به خاطر عمل کردی که افراد سیاسی داشتن، تعریف زیرک بودن و ریاکاری هم داره. بله. ولی خب ما مسیحی‌ها هرگز هرگز نمیتونیم توی این چارچوب سیاست دنیا قرار بگیریم. سیاستی که ما داریم، روش ما همون روش عیسی مسیح هستش، که ما معترض هستیم به تمام ظالمی روی زمین. همونطور که مارتین لوتر در برابر تبعیض نژادی ایستاد و هزاران کشیش در برابر ظلم و ستم در برابر توی دنیا ایستادن، ما همونطور مانند خیلی از خادمین مسیح و کشیش هایی که در برابر ظلم ایستادگی کردن، ما ایستادگی داریم میکنیم. پس روش ما، انتخاب رأی ما، همونیه که مسیح داشته. اما اگر ما میرفتیم اون ور گود، میگفتیم نظام جمهوری اسلامی از طرف خداست و حتی بی تفاوت بودیم، امیدوارم به کسی بر نخوره، اون همون سیاست دنیاست. پس ما آره، یه موقع میخوام سوء تفاهم نشه، بعضی از عزیزان میگن پس شما سیاسی شدید. اگر منظورتون سیاست دنیاست، خیر، هرگز هرگز هرگز. امیدوارم باز به عزیزان که توی اپوزیسیون هستن هرگز بر نخوره، چون عزیزان دارن زحمت میکشن. شما نگاه میکنیم که متاسفانه اینقدر گاهی ما تو این اپوزیسیون منم 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 میشنویم که نمیخوایم اصلا اونجا بیستیم. خدا رو شکر برای وجودشون. و اونقدر همش ما اینا رو باید شما بدونید، من هر کجا میستم برای اتحاد ایستادم، هیچ کجا من وای نستادم میگم آقا من در این سازمان هستم که میخوام. نه، من خود ما سازمانی داریم به نام سازمان پیشتازان صلح، و من به عنوان بنیانگذارش هستم، خادمینی همچون بهروز عزیزم و دیگر خادمین رهبران این سازمان کنار من ایستادم. پس ما لزومی نداره توی سازمان خودمون رو بخوایم مطرح کنیم. اونقدر هم در بین مسیحی‌ها به هر حال جا افتاده خدمات ما. پس بذار راحت بگم، عقده اینو نداریم که بگیم آقا ما رو نگاه کنید، ما اینجا هستیم. این فقط یک دلسوزیه. اگر میگید سیاست مسیحانه هستش، عشق، میخوایم ایران ما نجات پیدا کنه توی اون مسیر عدالت. در نامه فیلیپیان 2:1-5 رو براتون میخونم که
تفسیریش خیلی جالب میگه، میگه و برای درک دیگران و احترام درست به دیگران، که میدونیم احترام همون عشق میاد، اون محبت میاد، دیگران لازم است اول در عدالت خدا قرار بگیریم. یعنی ما بریم تو اون جایگاهی که میتونه درست باشه گیریم، تا در رابطه های ما با دیگران در انصاف باشیم. و این خلاصه از اون آیات هست که من خدمتون گفتم. پس واقعا ما نمیتونیم تا زمانی که در اون عدالت نیستیم، تو اون رابطه درست نیستیم، ما عزیزان بیاین بگیم موقع ما یک شخصی هستیم، همونطور که برادرم گفتن یه شخص مسیحی هستیم، باید اول اون رابطه عدالت درست بشه. و ما امروز اون روش درست یا اون سیاست که دنیا داره مطرح میکنه ما نمیپسندیم، بلکه سیاست که اول در اون عدالت هستش، تو اون جایگاه درست قرار دارد رو نیز ما در نظر میگیریم که بتونیم توی جای درست باشیم. در برابر ظلم جمهوری اسلامی ما خواهیم ایستاد و اعتراض می‌کنیم، ولی بی‌تفاوت نیستیم، چون بی‌تفاوتی به ما آسیب خواهد زد. کلیپی هستش که مطلبی می‌خوای شما بگید؟ بریم با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم. یه متاسفانه داریم می‌بینیم شرایط ایران چقدر از بی‌تفاوتی عزیزان ناکن. پاسدار داره اونجا کارشو میکنه، بسیجیه داره کارشو میکنه، فقط هدفشون آخونده داره کارشو میکنه، همش هدفشون دفاع از این نظام اسلامی هست. خب ما هیچ انتظاری نداریم، ولی افراد دیگه چرا باید بی‌تفاوت باشن؟ چرا مردم دیگه که در اون ایران دارن زندگی میکنن چرا باید بی‌تفاوت باشن؟ چرا من و شما که از ایران اومدیم پناهنده اروپا و آمریکا و استرالیا شدیم، چرا باید نسبت مردممون بی‌تفاوت باشیم؟ بی‌تفاوت هستیم. ببینید کشور ما چه بلایی داره سرش میاد که یه پسته بشه 1400 و هزاران موضوع دیگه. و الان کلیپی رو داریم میبینیم که مردم دارن به سمت قارنشینی هم میرن. حالا وقتی میگیم مردم، مسلما قشری که دیگه زیر فقر قرار دارم. بریم با هم این کلیپ ها رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ببین ستار، این مملکت در شرایط فعلی در این زمان از دو طرف داره قارت میشه. طرف اول اروپایی ها هستن، روسا و انگلیسا، که پولداراشون ریختن تو این مملکت و دارن تیکه تیکه اونو میخرن. دومین دست خودیان، اونایی که حق من و تو رو میفروشن، نوکراشون. دسته سوم رو فراموش کردی حیدر خان؟ بی طرفا، بلا تکلیفا، آدمایی که سکوت میکنن، فقط ناظر. بی تفاوتا، اونا بیشتر از همه من رنج میدن. بله با دوست و دشمن آدم تکلیفش روشن. همه چیز درست میشه، عنقریب یه انقلاب جهانی در میگیره، من دارم شعله های اون آتیشو میدم. رنج دارم یک قرده می ده بیست آباز دارم. یعنی زنده ایتون همی ده بیست آبازی چنخه؟ ها کمیته چی کمیتونی کنن؟ بله هم کمیته یه دست باره خون بعد دیه. یعنی خونه و زنده ایتون همه همیه نه؟ ها اجازه هست؟ ها پتویل زیر بیارم فهم؟ نه 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 راحت 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 ما فهمی همیتر. چند تا بچه داری؟ بچه هشتا. ای پشت یا چه نه بخوری یا؟ کریا میشه. یه قاش داری نبوم تو؟ نه واسم است. بعد یه جای زنده خودتون ها؟ ها هزم خود. همه یا ده سقف و زنده ای و چیتون پا همه پارچه ها؟ همه همه خران شهت هست و لدوی شهر برین کارو. مرگ بر توئه. حاکم کثیف جمهوری اسلامی، ما دیگه ترسی ازت نداریم. باید از ایران بری. باید از کشور تمیز و خوبم بری. تو کثیفش کردی کشور من رو. ننگ بر تو باد خامنه‌ای. ننگ بر تو باد. ببینید ساعت 6 بعد از ظهر تئاتر شهر، از هیچ کسی ابایی نداریم. شلوغم هست. ما از کسی دیگه ترس نداریم، حداقل این کار رو میکنیم که به همتون ثابت کنیم دیگه نترسید. نه به جمهوری اسلامی. درود هموطنا. ننگ بهت خامنه ای. ننگ بهت. یه جشن بزرگ ملیمون هست، به خصوص از زمانی که نظام بار دیگر این
هر نوع جشنی در ارتباط با فرهنگ ملیمون رو قدغن میکنه، یه فرصتی است که ما ایرانیان نشون بدیم که تمام ارزش این روزهای بزرگ و جشنهای ملیمون رو یادمون نمیره. نه تنها این، بلکه بهترین راه نشون دادن مقاومت در مقابل این زورگوییست و یک همایش مردمی در اعتراض و یک نافرمانی. بنابراین خیلی خوشحالم که همیانان همه جای دنیا جمع هستن و به خصوص در داخل ایران این روز رو به بهترین راه ممکن برگزار بکنن. خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. آمین که خدا محبت است. عزیزان تشویقتون میکنم بازم بر در و دیوارها بنویسید که خدا محبت است. این نیز روش مبارزه ما هستش با نظام اسلامی که دیوارها را پر از خدا محبت است نیز کنیم، تا مبادا مردم ما رو دوباره فریب بدن نسبت به اینکه الله خداست. الله خدا نیستش، قوانین نظام اسلامی از طرف خدا نیست عزیزان، بلکه خدای محبت، خدای عشقه که جهان رو به نیکویی آفریده و در مسیر نیکویی نیز برکت خواهد داد. آمین 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 آمین. من میخواستم با اجازه شما یه اشارهی بکنم دوباره به اون سایت رهایی ایران و اون انتخاباتی که قراره هر کسی کاندیدای خودش رو معرفی بکنه و اون کاندیداها نظارت بکنن به اموری که داره میگذره و جهتگیری که باید بشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و هر حال مقدماتی که باید فراهم بشه. آمین. اینه که خواهشم اینه که از آن به اون سایت مراجعه بکنن و هر نفر که حس میکنین میتونین بهش اعتماد بکنین و به دلسوزی اون ایمان دارین اونو معرفی بکنین. من شخصا کشیش رسول رو معرفی کردم و چند نفر دیگه از افراد، چون کلا میتونیم 10 نفر رو معرفی بکنیم و بی تفاوت به این مسئله نباشیم. بهتره به این صورت نگاه بکنین که خواه ناخواه این تغییر به وجود میاد. خواه ناخواه جمهوری اسلامی سرنگون میشه. آمین. حالا اون سیستم بعدی که میخواد بیاد، آیا من و شمای باورمند به عیسی مسیح نباید هیچ گونه نظری داشته باشیم؟ هیچی نباید ما بخوام؟ یعنی ما جزء ایران نیستیم؟ ما نباید هیچ نظری بدیم؟ بی تفاوت نباشیم. بیاییم از الان حد اقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که نماینده خودمون رو معرفی بکنیم و من خواهشم اینه که این کار رو انجام بدیم. آمین 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 آمین. اصلا این پیام نوروزی برای ایرانی ها و این عشق و اشتیاق ایرانی ها توی حتی شرایط بسیار سخت که توانستن این فرهنگ باستانی رو داشته باشن اینه که ایرانی ها بی تفاوت نبودن. لذا که ما میدونیم که نظام اسلامی و قبلش اسلام همیشه با این فرهنگ جنگیده، یعنی با تمام فرهنگ‌های باستانی و ملی ما اسلام جنگیده. اما ایرانی‌ها از اونجا که بی‌تفاوت نبودن ایستادگی کردن و مبارزه کردن و توانستن آنچه را که درست بود از نظر فرهنگی رو حفظش کنن.
امروز هم نیز باید نسبت به تمام مسائل ما دلیرانه بیستیم، مسلما نتیجه مطلوب رو خواهد داد. ما دعا میکنیم، وقتی دعا میکنیم ایمان داریم خداوند خواهد شنید. اگر امروز شما هموطن عزیزم نسبت به ایامی که در پیش داری برای نوروز یک دگرگونی، یک تولد تازه رو در نظر داری، این رو بدون که خدا هم نیز این رو برای ما در نظر داره. قوم اسرائیل وقتی که متوجه میشن مدام تحت حملات ملیت‌های دیگه قرار میگیرن، هرچند اشتباه کردن چون که خدا پادشاه اسرائیل بود، اونها درخواست کردن که ما پادشاهی میخوایم، هرچند خداوند موافق نبود، اما احترام به رأی اونها گذاشت، احترام گذاشت چرا که اونها بی تفاوت نبودن، زندگیشون رو دیدن. تایید نمیکنم کارشون رو، چون که خداوند میخواست پادشاه اسرائیل باشه، همون گونه که امروز ما پادشاه اصلیمون خود خدا هست، اما احترام میذاره و خدا شخصی رو انتخاب میکنه که از نظر دیدگاه اونها میتونه از تایید بشه، چرا که تیپ خیلی خوبی داشت، قد بلندی داشت، جوان بود، همه اینا رو خدا در نظر میگیره و اون شخص رو انتخاب میکنه. امروز اگر تو هم وطن عزیزم میخواهید با یک قوت تازه وارد سال جدید بشی، تشویقت میکنم که از یهوه خدای حقیقی بطلب که این قدرت و توانایی رو به تو بده تا بتونی با تبدیل اول شما، اول من وارد سال جدید بشیم. سال جدید بشه هیچ اتفاقی برای ما نخواهد افتاد عزیزان، اما اگر ما قبل از اینکه وارد سال جدید بشیم زندگی خودمون رو تقدیس کنیم و از قوت روح القدس پر بشیم، از او بشنویم، اراده او رو بخواهیم، این قدرت تبدیل رو خدا به توسط روح القدس به ما خواهد داد. اگر لطف کنید بریم با همدیگه کتاب اول سموئیل باب 10 رو باز کنیم. عزیزانی که اگر ایماندار هستید کلام رو دارید میتونید باز کنید. برادرم تفسیری رو باز کردم، نسبت به آنچه گفتم داره صحبت میکنه و به ما نیز داره پند زیبایی رو میده اگر تولد تازه رو میخواییم چگونه باید ما عمل کنیم برای زندگیمون، برای رابطه‌هامون، برای پیروزی‌هامون در بیزینسمون و به طور خاص برای اینکه ما ایران آزاد رو نیز داشته باشیم. بله بفرمایید. آنگاه سموئیل ظرفی از روغن زیتون گرفته بر سر شاول ریخ و صورت سموئیل بنظرت ما شما خاش. سموئیل نبی خداوند هست و به فرمان خداوند شاول رو انتخاب کرده و دنبال او رفته و حالا داره او رو مس میکنه. در اصل میخواد قوت خدا در او باشه و آنچه داره اشاره میکنه به عنوان روغن اینا سمبولیک هست که در اصل اشاره به روح خدا هست که در اون قرار میگیره. بله بر سر شاول ریخت و صورت او را بوسیده گفت خداوند تو را برگزیده است. آمین. تا بر قوم او پادشاهی کنی. امروز هم خدا ایرانی ها رو برگزیده، مطلبی که برادرم دیروز فهمدن درباره ارمیا 49. هموطن عزیزم 2700 سال پیش ارمیا گفته خدا ایرانی ها رو انتخاب کرده، برگزیده. پس آماده باشین در حضور این خدا مسح خدا رو بگیریم، با مسح خدا، با قوت خدا بتونیم ایران آیندهمون رو در مسیر آزادی و آبادانی ببینیم. بله وقتی امروز از نزد من به روی در سرحد بنیامین کنار قبر راحیل در سلسح با دو مرد روبرو خواهی شد. بله. آنها به تو خواهند گفت که پدرت القوها را پیدا کرده و حالا برای تو نگران است و میگوید چطور پسرم را پیدا کنم. بله در از شاول به خاطر پیدا کردن الاغهایی که گم شده بودش و اونها دامدار بودن میره بیرون و سموئیل رو پیدا میکنه. الان میخواد به اون بگه اینو بدون، آنچه که داره انجام میشه از طرف خداست و داره براش نبوت میکنه و میگه نگران پدرت هم نباش، که آرامش داشته باش که همه چیز تحت کنترل خدا هست. اگر امروز تو هم وطن عزیزم مشکل اقتصادی داری، تنها هستی، مشکل اقامت داری و هزاران نیاز داری، تشویقت میکنم اجازه بده خدا دخالت کنه در امور زندگیت، نگرانی تو برمیداره و هر چیز رو به موقعش به تو خواهد داد. بله بعد وقتی به درخت بلوط تابور رسیدی سه نفر را میبینی که به بیت ایل میروند تا خدا را پرستش نمایند.
یکی از آنها سه بزغاله، دیگری سه قرص نان و سومی یک مشک شراب همراه دارد. بله. آنها به تو سلام کرده، دو نان به تو خواهند داد و تو آنها را از دست ایشان میگیری. بعد از آن به کوه خدا در جبعه خواهی رفت که اردوگاه فلسطینی ها در آنجاست. تمام آنچه که اعلام میشه عزیزان تصویری از کاری هست که 2000 سال پیش انجام میشه. چون وقت نیست نمیخوام به این قسمت زیاد بپردازم که با همه اینا به نوعی اشاره به آمدن عیسی مسیح از کاری که مسیح انجام داده، اما میخوایم بریم روی موضوع اصلیمون. بله. وقتی به شهر نزدیک شدی با عده ای از انبیا روبرو خواهی شد که از کوه به زیر می آیند و با نغمه چنگ و دف و نی و بربط نوازندگان نبوت می کنند. بله، اینا مردان خدا بودن، افرادی از خادمین خانه خدا بودن، کسانی بودن که خداوند اونها رو مسح کرده بود و عطای نبوت داشتن. بله. در همان موقع روح خداوند بر تو خواهد آمد و تو نیز با ایشان نبوت خواهی کرد و به شخص دیگری تبدیل خواهی شد. پس ما به توسط روح القدس هست که تبدیل میشیم، عوض میشیم. چه بسا که در بین عزیزانی که بیننده ما هستن به دلایلی تلخی در وجودت هست، به دلیلی نگرانی هست، ترسی هستش، عذر میخوام، کینه و نفرتی هستش که به خودت حق میدی نسبت به دیگران، ولی دوست داری از این آزاد بشی. اگر میخوای از این آزاد بشی، راهش این هستش که اجازه بده کلام خداوند بدون این که بخوای شما یک نگرش برفرض تعصب‌بار روش داشته باشی رو بشنوی و توبه کنی، خودت رو تقدیس کنی، پاک کنی، و زمانی که روح خدا بر شما قرار میگیره اون زمان هستش که مطمئن باش که خداوند شما رو برکت خواهد داد که بتونی شفا بگیری از تمام تلخی ها، از تمام ترس ها، از تمام نگرانی ها. و اون موقع هستش که ما میتونیم بگیم در سال جدید ما برکات تازه خواهیم داشت، چرا که خود من اول تبدیل شدم، خود من اولین کسی بودم که عوض شدم. و وقتی من عوض بشم، قدرت و توان تعلیم دادن نسبت به دیگران برای عوض شدن اونها رو خواهم داشت، برای راهنمایی کردن اونها در مسیر تازگی. بله. وقتی این علامت ها را دیدی، هر چه از دستت برآید انجام بده، زیرا خدا با تو خواهد بود. آمین. بعد به جلجا برو و در آنجا 7 روز منتظر من باش تا بیایم و قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی به خدا تقدیم کنم. خب ما انسان ها به هر حال خداوند از اونجایی که سیستم مغزی ما داده میباید اهل منطق هم باشیم. آنچه را که داره این نبی میگه، میخواد این شاول رو متقاعد کنه که شاول ببین آنچه که به تو گفتم درست هستش. 2000 سال گذشته از مرگ و قیام مسیح و صعود مسیح و ما داریم هر روز شاهد کارهای مسیح هستیم با معجزاتی که انجام میده، با لمسی که میکنه. برای همین هستش عزیزان، اگر قرار بود کشیش ها خادمین فقط مسیحیت رو حفظ کنن، باور کنید مسیحیت نابود شده بود، چرا که خیلی هاشون خرابکاری کردن. اما چون روح خدا بر خیلی از خادمین بود، همه رو نمیگم، و روح خدا بر خیلی از مردان خدا و زنان ایمان بود، تا امروز کلیسای زنده مسیح پایدار مونده. اگر این کلیسا با مجسمه و با نقاشی و با رسومات مذهبی، این کلیسا نمیتونست باقی بمونه، این هم یه مذهب بود. اما امروز ارائه دهنده کار خدا به توسط روح القدس بوده، و همون گونه که شما از ابتدا نیز اعلام کردید که پتروس به توسط روح القدس بود توانست دلیرانه سخن بگه بعد از اون، وقتی که از روز پنتیکاست گذشت. پس اگر ما نیز مایل به این هستیم، میل به این داریم که در سال جدید برکات جدید بیاد، در حضور خداوند بریم و با ایمان به عیسی مسیح از روح القدس پر بشیم، از او بخوایم که چگونه بتونه در من عمل کنه برای تبدیل تازه در مسیر راستی و عدالت. بله. وقتی شاول از ساموئیل جدا شد تا برود، خدا قلب تازه‌ای به او بخشید و همان روز تمام پیشگویی‌های ساموئیل به حقیقت پیوست. آمین.
وقتی شاول و نوکرش به جبعه رسیدن، گروهی از انبیا به او برخوردن. ناگهان روح خدا بر شاول آمد و او نیز همراه آنها شروع به نبوت کردن نمود. مسلمن همون روحی که بر شاول قرار گرفته، امروز هر کس که مسیح ایمان می آورد روح القدس داره. و چون روح القدس داره، عزیزان قدرت تبدیل داره. چگونه بهار، در بهار ما قدرت تبدیل رو می بینیم که این قدرت رو داره که زمینی که میبینیم سرد هست گرم میشه و بعد میبینیم که این زمین شروع میکنه رویدن چمنها، درختها زنده میشن، بیدار میشن و شکوفه میدن، برگ میدن، میوه میدن به مرور زمان. این قدرت بهار هست عزیزان. روح القدس چنین قدرتی رو داره در وجود انسان، بهاری رو ایجاد میکنه و در این موقعیت هست که انسان میتونه شکوفه بده، استعدادهای خودش رو دوباره، آرزوهای دل خودش رو تازه کنه در حضور خدا و با این قوت میتونه ادامه حیات بده. پس قبل از سال جدید قوت روح القدس رو بطلبید. بله؟ کسانی که شاول را میشناختند وقتی او را دیدند که نبوت میکند، متعجب شده به یکدیگر گفتند چه اتفاقی برای پسر قیس افتاده است. امروز هم این اتفاق میفته. شما ببینید، ما در طول ما حداقل ده ها گواهی داریم که افراد ما زنگ میزنن میگن معتاد بودن، میگن مریض بودن، سرطان داشتن، میگن پر از خشم و کینه بودن، اما زمانی که به مسیح ایمان آوردن آروم شدن، شفا گرفتن. میگن قمه میزدیم، قمه میزدیم، قمه میزدیم. بله. من 15 سال قمه میزدم. بله. خب ببینید، نموناش خود من و شما هم هستیم دیگه، یه جای دیگه ایستاده بودیم تو باورهای اسلامی. پس هموطن عزیزم، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ایران زمانی آزاد خواهد شد که من و شما آزاد بشیم. آمین. اول اجازه بده آزاد بشیم از مذهب دروغین، از خرافه آزاد بشیم. وقتی از خرافه، از مذهب دروغی، از باورهای دروغین، از گناه آزاد بشیم، کشور ما آزاد میشه عزیزان. خواهش میکنم، اون موقع دیگه اینقدر ما نباید بیایم پشت دوربین تو هر تلویزیونی بگیم آقای اپوزیسیون عزیز بیاید با هم متحد بشیم. تا متحد میشن دوباره میبینیم یه اتفاقی افتاد از خود اپوزیسیون، یه اتفاق جمهوری اسلامی که مدام در این حمله به اپوزیسیون هستش، میبینیم یه اتفاقی میفته، یه بیحکمتی انجام میشه، دوباره جمهوری اسلامی وقت استفاده و مردم رو ناامید میکنه. البته من همون گونه که گفتم ایمان دارم که این نظام در شرف سرنگونی هستش و مانند همون خوراکیه که الان ادویه‌جات و همه حبوباتش اینا آماده است، یه خود گوشتش مونده، اینم پخته میشه. آمین. تموم میشه. بله. آیا شاول هم نبی شده است؟ یک نفر از اهالی آنجا گفت مگر نبی بودن به اصل و نسب ربط دارد؟ چرا اینو نکنید؟ یه دروغ شیطانینه. محمد رو میگن خاتم انبیا، این دروغ شیطانه. شما کتاب یوئیل رو اگر بخونید، یوئیل 2:28 اشاره به هم میکنه تا 29 اشاره به این میکنه، هموطن عزیزم، که در روزهای آخر خدا روح خود را خواهد ریخت، دختران و پسران نبوت میکنن. ما خاتم انبیا نداریم، اتفاقا چون شیطان میدانه خدا میخواد همه نبوت کنن، رویاها ببینن، شیطان میاد شخصی به نام محمد رو علم میکنه، میگه این خاتم انبیاست. البته راسته، خاتم انبیا شاید شیطان بوده، اگر نه خاتم انبیا خدا نبوده. خداوند میخواد تو هم وطن عزیزم قدرت نبوت داشته باشی، قدرت درک در اصل حکمت روح خدا رو داشته باشی. این که میگیم نبوت، موضوع این هستش، مسئله فال و فالگیری هم نیست. آقا من ببینم آینده چه اتفاقی میفته، مسئله موضوع اینه که من نسبت به هدف خلقت دانش داشته باشم، در مسیر هدف خلقت که شکل خدا هست قدم بردارم. بله. و این یک ضرب المثل شد، شاول هم نبی شده است. وقتی شاول از نبوت کردن فارغ شد، به بالای کوه رفت. آنگاه عموی شاول او و نوکرش را دید و پرسید کجا رفته بودی؟ شاول جواب داد به جستجوی الاغ‌ها رفتی. بله، ایشون به دنبال این بوده که الاغ‌هاش رو پیدا کنه، ولی خدا به دنبالش بوده که روح خدا رو پیدا کنه. آمد. امروز ما به دنبال این هستیم ایران آزاد بشه، هموطن عزیزم. چرا ایران آزاد بشه؟ چون هر باورمندی بتونه راحت تفکر کنه و ما فرصتی داشته باشیم از آنچه که دیدیم و چشیدیم به هموطنانمون بگیم. ما مسیحی‌ها، شما ببینید، ما در کشور عزیزمون ایران
کلیسای فارس‌زبان نداریم. تمام کلیسای فارس‌زبان رو بستن، هرچند خیلی از کلیساهای بیدار آشوری و حتی ارمنی رو هم بستن، به خاطر اینکه کلیساهای بیدار بودن. کلیساهای خانگی رو بستن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی و خود اسلام همیشه ترسیده از حقیقت، و چون ترسیده همین دلیلی شده که آسیب بزنه. یک کلیپی داریم از یک خرافاتی هستش از یاسر عزیزم، میخوام اگر دم دست داریم این کلیپ رو داشته باشیم، که دروغهایی که این آخوندها میگن، دروغهایی که این معلمین اسلامی نسبت میدن به کسایی که مریدشون هستن، و حتی این دروغها رو برای توجیه کردن خودشون نسبت مسیح هم میگن، که عیسی مسیح در دوران نوزادیش سخن میگفته، ما چنین چیزی اصلا نداریم. عزیزان اینا دروغای اسلام هستش. بریم با همین کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت هست. وقتی امیر مؤمنان وقتی به دنیا اومد، قنداقه رو دادن دست رسول خدا، حالا اون اتفاقات که افتاد، امیر المومنین علیه السلام یا رسول الله بخوانم قرآن؟ گفت بخوان علی جان، و بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المومنین. این برای ما شیعه حجت و هیچ جای شکی نیست. اهل مخالفه میان که مگه میشه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده و تازه قنداق شده و حالا چشمشو باز نکرده، این چشم باز کردن به سیمای آقا رسول خداست؟ بعد بیام یا اصلا همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. حالا برای ما کشیه که تان حجت تمام، من میخوام جواب این اهل مخالف رو شما بده. آقا یونسی، قرآن میفرماد حضرت عیسی در گهواره صحبت میکرد و اونجا فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا چطور اینو شبهه درش وارد نمی کنن که حضرت عیسی که به مراتب از نظر مقامات از امیرالمومنین سلام الله علیه پایین تر هست، امیرالمومنین در یه افق دیگه ای، حضرت عیسی نمیگیم فرد کمی بوده، اول هم عرض کردیم که اونم آیت بزرگ خداست، ولی عیسی کجا امیر؟ بله، آنچه را که دیدیم به عنوان این که برای من خیلی جالب بود، من این کلیپ رو ندیده بودم و الان یه سوالی برام مطرح شد که علی هنگامی که به دنیا اومد و قرآن رو خون، کدوم قرآن رو خون؟ همین دیگه، چون در اون تاریخ که ایشون به دنیا اومد که هنوز قرآنی نوشته نشده بود، تازه محمد هم 40 سالش بوده، هنوز پیام وحی به این آقای محمد نیامده بود که ایشون بعد بخواد بخونه. واقعا خیلی اصلا حکمتی اینا نداره. این کار شیطانه. اینقدر هم دروغ گفتن که خودشون دیگه نمیدونن کی چی گفتن اینا. نه، چون دیدید که گوینده میگه که عیسی مسیح خب مقامش کمتر از علیه، و موضوع جنگ روحانی هست دیگه، ایشون هم نمیدونه، واقعا اینم نمیدونه، چرا که کلام خداوند میگه کسی که مسیح خداوند نبه. اگه ما بخوایم از نظر خود قرآن و خود اسلام و باور اسلامی مسیح رو تجزیه و تحلیل بکنیم، روح خدا، داور، روح خدا، خب هیچ چیزی رو ما نمیتونیم بیاییم حتی برابر روح خدا بذاریم. حتی میگه در روزهای آخر او داوره، او داوره. بعد اینه که متاسفانه بازم به اهل سنت، بله، اهل سنت خیلی واقعا مسائل ها یه مقداری بهتر میبینن. شیعه و اونم شیعه ای که الان در ایران حاکمه، فقط نظرشون شده آقای علی خامنه ای. بله، متاسفانه تو این موضوع هستیم. اما یه نگاهی هم داشته باشیم بی زحمت به انجیل، چون در طور تولد تازه صحبت کردیم، انجیل یوحنا باب 3 هم که همه آشنا هستیم به اون کلامی که مسیح میگه، اشاره میکنه به اون شخصی که نیقودیموس نام، که چگونه باید اون قدرت و توان تولد تازه داشته باشه، چگونه میتونیم اون بهار در وجود ما ایجاد بشه. ممنون میشم اگر. یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای گفت و شنود نزد عیسی آمد، نام او نیقودیموس و از فرقه فریسی ها بود. نیقودیموس به عیسی گفت استاد، ما روحانیون این شهر همه می دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید، دلیلش نیز معجزات شماست.
عیسی جواب داد اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. یعنی اگر میگم کردم شما حتی اگر ما فکر کنیم یک شخص مذهبی هستیم نسبت باور و اون کتابی که داریم همه را انجام میدیم که چنین چیزی غیر ممکن هست، عزیزان تا زمانی که ما تولد تازه روحانی نداشته باشیم امکان پذیر نیستش که وارد ملکوت خدا بشیم. مثل این هستش که شما بگید که برفرض آره بهار اومده اما تمام منطقه ما زمستون و یخبندون و برف هستش. خب تا زمانی که این برف ها هست، تا زمانی که یخبندون هست، شما نشانه ای از بهار نخواهید دید هموطن عزیزم. پس باید تمام اینها بره، اون برف بره، اون یخبندون از بین بره تا این بهار بیاد. و بهار زمانی میاد که اون قدرت طبیعی بهار وارد اون جبه جغرافیایی بشه، قدرت طبیعی که برای تبدیل وجود من هست روح القدس هست. تا اون در من نباشه من کشیش باشم، خاخام باشم، آخوند باشم، هر چی دیگه باشم، ادعا کنم من خدا رو دوست دارم، من بدون تولد تازه غیر ممکن هست که وارد ملکوت خدا بشم، یعنی پادشاهی خدا بشم. بله این که میگویم عین حقیقت است. نیقودیموس با تعجب گفت منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمردی مثل من به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟ عیسی جواب داد آنچه میگویم عین حقیقت است، تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. تا کسی توبه نکنه، پاک نشه، نمیتواند، تا دوباره از روح خدا پر نشه نمیتونه به خدا نزدیک بشه. بله زندگی جسمانی را انسان تولید میکند ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. آمین. سپاسگزارم. ممنون ممنون. پس بنابراین هموطن عزیزم بیایم یه تصمیم جدی بگیریم، فقط اکتفا نکنیم به اینکه طبیعت زمین عوض میشه، بلکه بیایم اجازه بدیم از خدا بخوایم خدا یا طبیعت منم عوض کن. بذار من طبیعت سال گذشتم رو که اگر باعث آزار خودم، رنج دیگران شدم، کارها تصمیمات ناحکیمانه گرفتم رو نداشته باشم. منو تقدیس کن، تقدیس کن از فکر و ذهنم که در فکرم اندیشه بد نداشته باشم، توی موقع سخن گفتن هوشیار باشم، مبادا با لحن بد، مبادا با تندی، مبادا با فحاشی سخن بگم، مبادا غیبت بکنم. اگه این کارا رو کم تقدیس کنم زندگیمو پاک کنم تا بتونم تو راستی قدم بردارم. آمین. در اونجا که مسیری که درسته و در اعمال و رفتارم و این سیاست مسیحان است عزیزان. اگر ما امروز سخن از سیاستی درست میکنیم هرگز سیاست دنیا رو نمیپذیریم. ما سیاست مسیح رو که روش مسیح رو که عشق، که محبت هستش، که عدالت هستش، که انصاف هست رو از خدا میخواییم برای کشور عزیز ما ایران باشه. بسیار عالی. آمین. من اجازه بدین که دوباره از همه عزیزان ایرانی، چه ایماندار چه غیر ایماندار ایرانی، بخوام که در این زمان موقعیت و مسئولیت خودتون رو بشناسین و آمین. به اون عمل بکنین. براب. تک تک ما باید نسبت به مسائلی که تو ایران میگذره مسئول باشیم، کاری انجام بدیم. براب. و بی تفاوت نباشیم. بی تفاوتی هم مملکتمون رو از بین میبره و هم دقیقا. زندگی خودمون رو خراب میکنه. ما هممون تو زندگی هامون پایین بالاهایی داریم، سختی هایی هست. اول باید سعی کنیم با حکمت راه کاری پیدا بکنیم، دنبال اون راه کار بگردیم، از چارچوب کتاب مقدس نریم بیرون. من وقتی مواجه میشم با یه سختی فکر نکنم حالا یه دروغ بگم که از این مطلب بگذرم، نه برام. اونجا من از چارچوب کتاب مقدس میرم بیرون. درست. با صداقت بیستم و تو مسیر راستی و درستی قطعا جواب درستم خواهم داره. ولی خب پیش میاد حقیقتا تو زندگی های بعضی های ماها که به یه مرحله میرسیم که دیگه با حکمت و با هر چیزی که فکر میکنیم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. و اونجا میایم واگذار خدا میکنیم. برافو. البته خیلی وقتا هست که ما نباید واگذار خدا بکنیم، چون هنوز خودمون خیلی کارا میتونیم بکنیم. مثلا بچه من مریض میشه، خیلی خوب براش دعا میکنم،
ولی به این که اکتفا نباید بکنم، باید ببرمش دکتر. حالا بردم دکتر نتیجه نگرفتم، خب یه دکتر دیگه، یعنی واقعا باید اینقدر پیش برم به یه مقطعی برسم که واقعا دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیام، واگذار خدا بکنم. وقتی واگذار خدا کردم یعنی کاملا بسپارم. یه مثالی میخوام بزنم از کتاب مقدس. به یاد میاریم که در کتاب مقدس در یک مقطعی عیسی خداوند با شاگردای خودش توی یه قایقی دارن از یک طرف اون رودخانه میرن به یه طرف دیگه، درست، و یه طوفان وحشتناکی میشه. اینا همه تلاش میکنن بادبان رو بکشن، سکان رو این طرف بکنن، اون طرف بکنن. مسیح هم راحت خوابیده برای خودش. بعد و اینا همه در تلاشن. آخر سر میرسن به جایی که میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن. درست. عیسی رو صدا میزنن، میگن خداوند ما داریم غرق میشیم. اینجاش خیلی جالبه. مسیح بلند میشه، هیچ کمکی از اونا نمیخواد. یعنی نمیگه پتروس تو بادبانو اون طرف بکش، نمیدونم بله تو یکی سکنه. فقط فرمان میده و طوفان میسته. و شاگرده چی کار میکنه؟ شاگرده واگذار کردن. تمام. وقتی تلاش انسانی خودشون گشتن کنار، فقط منتظر معجزه خداوند بودن. دیگه تلاش نکردن که حالا این کارو بکنن. ما باید همین طور باشیم. امروز شرایط ایران شرایطی نیست که ما واگذار خدا بکنیم. چون هنوز ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. به عنوان ایماندار ما وظیفه داریم هموطن مسلمان خودمون رو آگاهش بکنیم. عزیز من، 1400 ساله که مردم ایران در مسیر غلط هستند، در مسیر بت‌پرستی هستند. من بارها برای شما اشاره کردم، حج حاجی حجرالاسود نشونه بارز سنگ پرستیه. دقیقاً. و مسلمونا از روی ناآگاهی میان پول خودشون رو هزینه میکنن، زحمت سفر، همه این کار رو انجام. ای خدای من، منو ببخش. من عزیزی رو میشناسم از بستگان خودم، پول از بانک قرض کرده، رفته مکه. واو. بعد برگشته، بهش میگن چرا این کاری کردی؟ میگه خب وقتی ما از مکه برمیگردیم تو بازار اعتبار اون میره بالا. عجب. میدونین چه نتیجه تو زندگی داشت؟ مذهب طلبی هست دیگه. میدونین چه نتیجه تو زندگیش داشت؟ خود این شخص رفت زندان. چون تو مسیر غلط بود. کل مسلمونای ایران خدا دوست و خدا نشناس. بله. و ما در مسیح خدا رو خواهیم شناخت. یه موضوعی که خب ما همش تمرکز کردیم، مسئله، مرسی من مطلبی که فهمیدید، بازم برمیگرده به اینکه بی تفاوت نباشیم عزیزم. حالا نسبت به حقیقت، خیلی موقع ما هست، ما از مردان و زنانی که توی ایران به طور خاص در زمان محمد رضا شاه ایستادن، وفادارانه ایستادن. خود محمد رضا شاه شخصیتی بود که واقعا به نظر من هم خودش ایستاد. چرا که شما میدونید که محمد رضا شاه وقتی ترورش کردن و میخواستن اون رو بکشن، من اطمینان دارم که خدا از محمد رضا شاه حفاظت کرد. بله. چرا که اگر اون زمان دست آخونده افتاده بود این مملکت، چه روزگار شده. و معمولا فیلماش هستش که چقدر تیر زدن به محمد رضا شاه و سعی بر این کردن که این مرد آسیب برسونن، اما موفق نشدن. اما خود محمد رضا شاه افرادی رو تعلیم داد که دلیر ایستادن و ما از دلیر بودن اونها خیلی لذت میبریم، چون بی تفاوت نبودن. یکی از اونهایی که بی تفاوت نبوده همین سپهبد جانبانی هستش که همه ازش صحبت کنیم. فکر کنم چند روز پیش هم سالگرد اعدامشون بود. ایشون واقعا توی دادگاهی که تو دادگاهی که بوده دلیرانه ایستاده. حتی با اخباری که درباره ایشون صحبت میکنن، قصد اینم داشتن ایشون رو فراری بدن که بیان با یک لباس آخوند نما ایشون رو فراری بدن، ولی ایشون پذیرش نکرده بود و ایستاده، مصلحت طلبی نکرده. برابر. اگر چنین شخصی که ما امروز ازش صحبت میکنیم و اعلام میکنیم که سپهبد جهانبانی چقدر دلیرانه ایستاده،
این مردی که واقعا برای مملکتمون ایستاد، برای جوانان ایستاده بود، چرا که تو تربیت بدنی ایشون بودن، مسئول تربیت بدنی بودن در ایران و برای جوانان، برای سلامتیشون ایستادن. ولی عکسی هم که شما دارید میبینید، عکس جدیده که سالگرد سپهبد جانبانی رو داره نشون میده، مردم ایستادن. خب اینا هم بی‌تفاوت نبودن، اینا هم خطراتی تهدیدشون میکنه، ولی وایستادن عکس گرفتن، عکس هم گفتن انتشار بدن. این کارشون مصلحت نیست، ولی مصلحت اندیشی نکردن، قدرت رفتن اونجا ایستادن عکس گرفتن. دقیقاً دقیقاً. پس بنابراین اگر هموطن عزیزم، ما از مردان دلیر و زنان دلیر رضایت داریم، صحبت میکنیم، خب خودمون هم همونجا بایستیم. چرا مثل یه افسانه فقط باید تو فکر اون باشه؟ درست. امروز خودم از من و تو انتظار داره دلیرانه بایستیم. توی ایران هستیم، در اتحاد با اپوزیسیون، خارج از کشور در اتحاد با اپوزیسیون بایستیم، شایعات رو گوش نکنیم عزیزان، به بازی این شایعات نظام اسلامی نریم. اپوزیسیونه که به طور خاص اپوزیسیون سنتی و قدیم، که اینها افرادی هستن که سفت ایستادن. حالا افرادی الان جدیدن دارن میان، واقعا کسی نمیدونه اینا از طرف جمهوری اسلامی هستن، اینا اصلاح طلبا هستن، اینا ظالمزاده هایی هستن که میخوان دوباره بیان تحمیل کنن نظام اسلامی رو با یه زاویه دیگه ای. امکان این چیزا همه هستش عزیزان، اما حداقل بیاییم وفادارانه بایستیم. شخصیت هایی که قدیمی هستن هم چون خود شاهزاده ایستاده کنیم در کنار هم دیگه، و قوت قلبی هم باشیم برای اپوزیسیون، آنچه که درست هست انجام بدیم. به من اجازه بدین که در رابطه با اینکه اعلیحضرت محمد رضا شاه بهش تیراندازی کردن و ایشون خب آسیب جزئی دید، بله، یه اشاره بکنم به این مطلب. خوش. که البته امروز وقت نیست، ولی من یک کلیپی در اختیار شما میذارم، شاید جمعه که رفتیم تلویزیون محبت این کار کردیم، یا تو روزهای آینده همینجا. یه سوالی میخوام مطرح بکنم، اول از خودم. بهروز، آیا تو در سن 15 سالگی فکر میکردی که یه روزی مسیحی بشی یا بشی مبشر کتاب مقدس؟ نه هرگز. تازه شاید ناراحت هم میشد یکی بعد نبوت میکرد. آقای کشیش رسول، آیا شما در دوران جوانی فکر میکردی که کشیش بشی؟ من توی سوئد یه دفعه گفتم، من توی سوئد یه پیرمرد کشیش از خونم بیرون کردم که مده رو بشارت بده. ولی نکته جالب این داستانه که من نمیدونستم، شما هم نمیدونستی، ولی خداوند میدونه. آمین. خداوند من و شما و افراد دیگر رو انتخاب کرده. ما نمیدونیم، ما به زمانش که میرسه میبینیم ما الان تو چه موقعیتی هستیم. محمد رضا شاه انتخاب شده بود. بله. تمومه. ایمان. روی سخنم با شمایی که ایمانداری، کتاب مقدس میخونی و کلام خدا رو فالو میکنی، بلا استثناء تموم ماها بیلی گراهام رو میشناسیم. بله. ما از بیلی گراهام فکر میکنم دیگه واعظی بالاتر و بزرگتر نداشتیم. به. من یک کلیپی میارم برای شما که در اون کلیپ آقای بیلی گراهام اشاره میکنه که رفته تهران، رفته کاخ سلطنتی، نشسته با پادشاه صحبت کرده. به. مطمئن باشین که صحبت بیلی گراهام با پادشاه در رابطه با هالیوود نبوده. بله. در رابطه با سیاست دنیا نبوده. بله. در رابطه با تجارت نفت نبوده. در رابطه با کلام حقیقی کتاب مقدس بوده. آمین. 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 سپاسگزارم. سپاسگزارم. سپاس. به هر حال خدا رو شکر می‌کنم برای خانواده پهلوی، برای زحماتی که عزیزان کشیدن. قدردانی می‌کنیم. حتی شده فعلا زبانی قدردانی خواهیم کردش. و ایستادیم برای آنچه که درست و در راستی هستش. عزیزان میدونیم که داریم نزدیک میشیم به چهارشنبه سوری، تشویقتون میکنم جشن بگیرید. به طور خاص عزیزانی که در ایران هستن، ما هم اینجا جشن خواهیم گرفت این روز رو. شما هم جشن بگیرید. از جشن شما نظام اسلامی میترسه. جشن بگیرید و با حکمت شعارهایی رو بدید، اعلام کنید که در نام عیسی مسیح سرنگون باد این نظام اسلامی. بریم با هم دیگه قسمتی از کلام شاهزاده رضا پهلوی رو در تو با چهارشنبه سوری نیز داشته باشیم. و از همینجا از شما عزیزان خداحافظی میکنم، همچنین سپاسگزارم از برادرم، سپاسگزارم از
اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم به فیض خداوند فردا ساعت 11 به وقت لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستیم. یه جشن بزرگ ملیمون هست، به خصوص از زمانی که نظام بار دیگر این هر نوع جشنی در ارتباط با فرهنگ ملیمون رو قدغن میکنه. یه فرصتی است که ما ایرانیان نشون بدیم که تمام ارزش این روزهای بزرگ و جشنهای ملیمون رو یادمون نمیره، نه تنها این بلکه بهترین راه نشون دادن مقاومت در مقابل این زورگوییست و یک همایش مردمی در اعتراض و یک نافرمانی. بنابراین خیلی خوشحالم که همیانان همه جای دنیا جمع هستن و به خصوص در داخل ایران این روز رو به بهترین راه ممکن برگزار بکنیم. شب چهارشنبه توریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب بالغزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده بود و دو میزنه، تنها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه بدهن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من. مشت سنجز میزنی دور حیات رو آتیشو، پشت او خنده زنو اهل و عیال و قوم و خیشو، تو حیات فنقلی از این همه برو بیا، خوب تماشا بکنی چه محشری گشته بپا، آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی منز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی منز تو سرخی تو بود ز من، پاشنه کفش خانم گشته چو تیر تلگراف، با همون بر سر تو میزنه در روز مساف، از رو با طب میپره ناز میکنه خیلی زیاد، میگه کاش که سال نو سن و سلم پایین بیاد، تا بگی پیر و جوان زن و به من جوان زن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من. خامباجی میتکونی روی علو دامنشو، از به یه دفع بلا میکنه حاضر تنشو، گلباجی از حازنو رو آتیشا چند میزنه، با صدای نکره جیر مفصل میزنه، داریه و دمک میزنه، خدیجه با پشت لگه